به نام خدا، عرض سلام و ادب. با یکی دیگه از برنامه‌های آقای قارچ در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید با اولین رسانه تخصصی قارچ کشور، ایرانیان مشروم بیزینس. به نام خدا، امیر حسین سیاه‌پوش هستم، متولد سال 1364، در خدمتتون هستم. جناب سیاه‌پوش، میزان تحصیلاتتون چنده؟ من لیسانس عمران دانشگاه سمنان هستم و در حال حاضر دانشجوی اقتصاد کشاورزی. چی شد با قارچ آشنا شدی؟ سر از کار قارچ در اومد؟ شاید دست تقدیر بود، اما سال 83 بود که دایی بنده زمینی خریداری کرده بود و خیلی علاقه داشتیم که یه کار تولیدی در زمینه کشاورزی داشته باشیم. ما زمین رو برای پرورش ماهی در نظر گرفته بودیم، طرحمون برای پرورش ماهی بود که آزمایشاتی که انجام دادیم در مورد آب چاه اونجا دیدیم مناسب پرورش ماهی نیست و قارچ رو انتخاب کردیم. قبل از ورود به سیستم با کسی مشورت داشتیم به حوزه تولید قارچ؟ بله، ما هم یه مهندسی استخدام کرده بودیم که توی ملار فرستاده بودیمش، دوره دیده بود اونجا، کارگروه های اونجا شرکت کرده بود و اینکه برای ساخت هم با یه شرکت فنی مهندسی در رابطه کشاورزی بود کارشون، اونا ما راه نمایی کردن، اصلا کلن کارخونه رو میشه گفت اونا ساختن. قبل ورود آقای سیاه‌پوش به این عرصه تولید و اینا، کلن آقای سیاه‌پوش، خانواده آقای سیاه‌پوش چقدر آشنایی داشتن راجع به قارچ؟ خواستش؟ هیچ. استفاده هم نمیشه؟ چرا، در حد خیلی خواهی معمولی استفاده میکردیم، اما اینکه هدفمند این دنبال کرده باشیم خیلی. واحدتون رو کجا تأسیس کردیم؟ واحد قارچ شمس در بخش ارجمند فیروزکو. دقیقا کی استارت خورد؟ روستای تارس. کی استارت خورد؟ با چند تا سالون؟ سال 83 ما شروع کردیم به ساخت و خب خیلی مشکلات داشتیم اونجا، چون که زمین کشاورزی بود، توی زمین های کشاورزی اجازه ساخت به اون صورت نمیدادن اون سالها. ما مجبور شدیم سیستممون رو گلخونه ای احداث بکنیم. تقریبا میشه گفت اولین کشت های ما از سال 85 و 86 شروع شدش. سطح زیر کشتتون چقدر بود ما؟ همین مقدار بود، 8 تا سالن 20 تنی. بله، ما گسترشی نداشتیم. راندمانتون چقدر؟ راندمان اوایلش زیاد نبود، ما روی 22% دیگه. خیلی خوشحالم بودیم از این راندمان، چون اون موقع هزینه ها و قیمت تموم شده طوری بود که اون موقع شما سال 85 22% چیز بود. بله اون موقع تو با فکر کنم 14% تا 18% اکثر کارخونه ها میبستن، یعنی هزینه های تمام قیمت تموم شده شون و هزینه های کارخونه در میومد و ما بقیه سودشون بود. اما خب این 22% یواش یواش، حالا طبق تجربه و صحبتی که با دانشگاهی ها داشتیم، آموزشی هایی که از کتاب ها، از سایت ها، از مهندسینی که ازشون کمپوست میگرفتیم، راهنمایی میگرفتیم، یواش یواش اینا رو یه افزایش دادیم تا حد اکثرمون که سالهای اخیر به 30% رسید. 30%ی که کیفیتش راضی کننده نبود برای ما، اما 27 و 28%ی که واقعا عالی بود، هم کیفیت هم راندمان از نظر کمیت. اون وقت مواد اولیه چی تو بحث مواد اولیه؟ بحث مواد اولیه ما فقط از ابتدا خاک رو خودمون پاستوریزه میکردیم و تولید میکردیم برای سالن های خودمون، اما کمپوست رو نمتاسفانه کمپوست همیشه خریداری کردیم. مشکلی نداشتیم تو ابتدا؟ نه، واقعیت اینکه مشکل خاصی نبود. سعی میکردیم همیشه با برندهای معروف کار بکنیم، برندهایی که توصیه میکردم بهم، مشکل خاصی نبود. درست. یه مشکلی که تو کلن من تو جامعه تولید میبینم اینه که آقایون وقتی میان واحد رو تأسیس میکنن و تا میخواد به بهره برداری برسه و برداشت اول صورت بگیره،
میرن دنبال سیستم توزیع و پخش رو که تازه ببینیم کجا بفروشیم. شما چه جوری بودین؟ شما فکر کرده بودی راجع به فروشه یا نه؟ شما هم مثل اکثر دوستان عرضم به خدمتتون که فیروزکو به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره مرز سه تا استان هستش. درست. و با هر سه تا استان تقریبا فاصله زمانی و کیلومتری یکسانی داره. استان سمنان، مازندران و تهران. ما بازاریابی‌ها رو تو هر سه تا استان پیش‌بینی کرده بودیم، انجام داده بودیم. قبل از اینکه بله بله، چون قارچ محصولیه که میدونید خودتون قابل نگهداری نیست. درست. ما همین کار رو انجام داده بودیم قبل از اینکه بار برداشت کنیم. الان به چه صورت پخش، یعنی سیستم فروش قارچ شمس به چه نحوه تو بسته‌بندی فله است؟ ما سعی می‌کنیم سیاست فروشتون، بله، سعی می‌کنیم که اکثر بار رو بسته‌بندی بکنیم، باری که بالاخره کیفیتش مشخصه این بار برای بسته مناسب هستش و مابقیش رو حالا فله عرضه میکنم. از زمانی که آقای سیاه‌پوش وارد صنعت قارچ شده تا حالا بزرگترین مشکل و موزل تولید چی میبینید؟ والا در مورد خودمون ما مشکلات زیادی داشتیم، چون که در مورد واحد خودمون خصوصا، چون که ما به خاطر ساختمان گلخونه‌ای که داشتیم خیلی سخته بود. ما عایق مناسبی نداشتیم توی تابستون، واقعا با اینکه فیروزکو از هوای خوبی برای این کار بله مطلوبی هستش، اما خب باز هم مشکلات داشتیم که حالا با یه سری تمهیداتی که انجام دادیم خیلی بهتر شد. اما در کل توی این صنعت مشکلات زیادی وجود داره. حالا من میخوام بیایم به این سمت و سو، میخوایم از مشکلات یه واحد تولیدی خارج شیم. بیایم مشکلات بزرگتر ببینیم، مثلا تو بحث فروش، تهیه و تأمین مواد اولیه و خیلی چیزهای دیگه. الان آقای سیاه‌پوش اون بزرگترین مشکل رو سر راه تولید چی میبینه؟ باز نگشتن سرمایه، نرخ این بازگشت سرمایه، حتی سرمایه در گردش تولید کننده و سرمایه ثابت که معمولاً برگشتی نداره. درست. بسیار بسیار نرخ سرمایه کند هستش بازگشت سرمایه، چون که خودتون بهتر میدونیم عرضه ما خیلی کم، بیشتر از تقاضای بازاره. قیمت هزینه، قیمت تموم شده ها خیلی بالاست، هزینه ها خیلی بالاست، مخصوصا دستمزد و حقوق توی این قسمت خیلی نشون میده خودشو. و عرضم به خدمتتون که یکی از مشکلات بزرگی که گریبان همه تولید کننده ها رو گرفته کم بودن این دانشمون نسبت به کاری که داریم انجام میدیم. ما شاید اصول و مبانی کار خودمون رو بدونیم، اما اشراف جامعی نسبت به کارمون نداریم. ما بهتر میدونیم توی این کار یه جمله معروفی هست. درست. که میگه کار قارچ یعنی بهداشت بیمارستان، رعایت بهداشت بیمارستان و رعایت نظم پادگان. من یه قسمت دیگه هم به این دو جمله اضافه کردم، میگم علاوه بر اون دو نکته باید یه دانش اقتصادی مثل بانک، مثل یه بنگاه اقتصادی هم توی هر واحد وجود داشته باشه که معمولا نداره. ما میدونید به این دانش اقتصادی که اشاره کردید که میگید توی هر واحد باید وجود داشته باشه چی میگم؟ نه اطلاعی از نظرم. این قسمتی هم مطالعات بازار، یعنی هر واحد تولیدی، هر سیستم تولید و پرورش کلن کل دنیا تو تجارت باید مجهز به یه بخشی به اسم مطالعات بازار باشه که بتونه بازتاب محصول دو تولیدی رو به واحد ارائه بده. بازار چی میطلبه، چه تنوعی میخواد،
آیا این قیمتی که داره عرضه میشه خوبه، درسته، صحیحه یا نه، اشتباهه، دیگر رقبا تو چه وضعی قرار داره. این قضیه که شما بهش اشاره میکنید مطالعات واضحه. من ببخشید حرفتون رو قطع کردم. من الان از صحبت شما اینو متوجه شدم که آقای سیاه‌پوش به این اشاره داره که بزرگترین مشکل و سیستم توزیع و فروش اون میبینه، درسته؟ بله. راهکاری هم داری برای فکر کنم پارسال بود توی جمع صحبت میکردیم، خیلی فکر شد روی این قضیه و پیشنهادی که من داشتم و چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که باید فله فروشی، مخصوصا فله بینامونشان، فله‌ای که اطلاعاتی از تولید کنندش و توزیع کنندش وجود نداره، این باید جمع بشه، نباید قارچ به این صورت ارائه بشه. چون واقعیت اینه که قارچ غذای اصلی مردم نیست و به همین دلیل توی بسته‌بندی های خرد پخش میشه. قارچ همیشه کنار غذاها استفاده شده، واسه همین مصرف ما محدوده و اگر پیگیری نباشه، اگر قابل پیگیری نباشه که این فله از کجا اومده، این بسته از کجا اومده، به هم ریخته میشه بازار. من اجازه دارم من به یه چیزی اشاره کردین که الان مثلا به قارچ اشاره داشتین که گفتین قارچ یه محصول لوکسه. بله. خب همه جای دنیا یه محصول لوکس، یه کالای لاکچری قیمت مخصوص به خودشه. بله. یعنی گرونه، یه قیمت خاصی داره و هیچ نظارتی هم روش. خب اگه لوکسه چرا قیمتش پایین؟ و یه سوال دیگه جانم، اگر هم لوکس نیست و جز به مواد مصرفیه دیگه، جز به سبد غذایی مردم هم درسته، پایین بودن قیمتش به خاطر شکل ارزشه. وقتی که ما قارچ رو به صورت فله توی روی سینی میریزن و میذارن جلو در هر مغازه‌ای، این خود به خود از ارزشش کم میکنه. و یکی دیگه هم این که عرضه انقدر زیاده و ماهیت قارچ غیر قابل نگهداریه، این خودش قیمت رو کاهش میده. درست. ولی اجازه بدید من قانع نشم و بگم که قارچ یک محصول لوکس نیست. قارچ غذای سلامت جامعه است. قارچ باید تو سبد غذایی مردم جاری. اگه بر فرض مثال های سیاه‌پوش اشاره به این داره که سیستم توزیع بیماره یا ما از سیستم توزیع مناسبی برخوردار نیستیم، این دلیل بر این نیستش که ما بیایم اسم این کالا رو لوکس بذاریم و اینو از سبد غذایی مردم هست. نه، از سبد غذایی مردم حذف نمی کنیم، اما شما هر جای دنیا رو هم که نگاه بکنیم قارچ غذای اصلی مردم نیست. آخه یک کالای لاکچری و لوکس چند درصد مردم دنیا تهیه؟ توی چند درصد مردممون هستن که کالای لوکس مصرف کنن؟ خب آخه قارچ رو به عنوان کالا نمیشه در نظر گرفت. حالا محصوله. بله. به عنوان یک محصول. ببینید شاید کلمه لوکس براش اشتباه جایگزین شده باشه، کم مصرف در نظر بگیریم شاید بهتر باشه. اینکه شما هر غذایی رو هم نگاه بکنید مقدار استفاده قارچ توی اون از بقیه سایر مواد غذایی خیلی کمتره و این قالب غذاها رو نمیده، نه حالا غذاهایی که مختصر است. و توی سبد غذایی مردم هم باید قرار بگیره. حرف شما کاملا صحیحه، غذای سلامت مردم هستش و باید فرهنگ سازی بشه برای مصرف بیشتر قارچ. که من اینجا حالا جا میدونه که جاش هست واقعا تشکر بکنم از کار قشنگ شما همکارانتون.